سلام بچه ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم و امروز میخوام براتون داستان بازی اساسن کرید لیبریشن رو تعریف کنم. این نسخه یه اسپینافه که در سال 2012 برای همه پلتفرم ها عرضه شد. چون این نسخه رو توی تاریخچه کلی اساسن کرید تعریف نکرده بودم، با خودم گفتم بهتره یه ویدیو راجع بهش بسازم. اگه تاریخچه کلی بازی رو ندیدید، پیشنهاد میکنم اونو تماشا کنید. لینکش رو زیر ویدیو قرار میدم. خب بدون هیچ معطلی بریم سراغ داستان بازی. Assassin's Creed Liberation در سال 1765 میلادی و در ایالت لوئیزیانای آمریکا در جریانه. سناریوی بازی حول محور جنگ فرانسویا و سرخپوستا میچرخه. بعد از اینکه فرانسویا شکست میخورن، کم کم اسپانیایی ها کنترل شهر نیو اورلینز رو به دست میارن. البته مردم شهر از انتقال قدرت به اسپانیایی ها اصلا راضی نیستن. شما توی نسخه لیبریشن کنترل یه اساسی به اسم اولینو به عهده دارید. اون آفریقایی فرانسویه. پدرش با یه برده ازدواج کرده بود و این دختر به دنیا میاد. اسم اون زن یعنی مادر اولین جیم بود که 5 سال بعد از به دنیا آمدن اولین ناپدید میشه و برای همین اون توسط نامادریش یعنی مادلین بزرگ میشه که رابطه خوبی هم با هم دارن. جدیدن توی شهر برده ها دارن گم میشن و هیچ خبری ازشون نیست. برای همین اولین به عنوان یه اساسین داره در این مورد تحقیق میکنه. وقتی اون به درخواست یکی از دوستای خانوادگیشون یعنی جرالد به امارت فرماندار شهر میره، متوجه میشه که فرماندار داره با تمپلارها و مردی به اسم رافائل جواکین دفرر معامله میکنه. این کار باعث میشه که اولین به اون و افرادش حمله کنه و فرماندار رو به قتل برسونه. بعد از این اتفاق رافائل با یه مرد دیگه به اسم بابتیس معامله میکنه. بابتیس یه اساسین بود که دوست داشت تمپلار بشه. اون هویت یه اساسین معروف به اسم ماکاندل رو جعل میکنه تا اینطوری بتونه برای خودش پیروان زیادی جمع کنه. اون نقشه داشت کنترل قاچاق رو توی نیو اورلینز به دست بیاره. اما استاد اولین یعنی مردی به اسم آگاته متوجه نقشه بابتیس شده بود و برای همین اولین رو میفرسته تا اون رو بکشه. اما اولین برای اینکه بتونه راه خودش رو توی باتلاق باز کنه، از کمک قاچاقچی‌ها از جمله الیز استفاده میکنه. در واقع بابتیس میخواد گروه الیز رو از دور خارج کنه و خودش به تمام محموله‌های قاچاق نظارت داشته باشه. اما در نهایت اولین میتونه رد اونو بزنه و بعد از یه مبارزه بکشدش. یک سال بعد قدرت توی شهر نیو اورلینز به صورت کامل به فرماندار اسپانیایی یعنی آنتونیو دئولا میرسه. اون به افراد نظامی فرانسوی اجازه داد که شغل خودشونو حفظ کنن و حتی پرچم فرانسه از ساختمون فرمانداری پایین نیاد. اگرچه 2 سال بعد یعنی 1768 اون محدودیت‌های تجاری زیادی ایجاد میکنه و یه شرکت فروش برده رو پنهان میکنه. تمپلارها با استفاده از این شرکت برده ها رو به یک کمپ در مکزیک میفرستادن. این کارها باعث شده بود که مردم شهر علیه فرماندار شورش کنن. برای همین اولین با کمک الیز یه سری برده که دارن توسط اسپانیایی ها جابجا میشن و آزاد میکنن که اون برده ها میگن سربازا داشتن اونا رو به سرزمین موعود میبردن، جایی که همه برده ها آزاد هستن. استاد اولین یعنی آگاته بهش دستور میده که سراغ این فرماندار جدید بره و اونو به قتل برسونه تا شهر از کنترل تمپلارها خلاص بشه. اولین به مقر فرماندار یورش میبره و بعد از کشتن سربازا اونو گیر میندازه. فرماندار به اولین میگه میتونه بهش کمک کنه. اون اسناد مربوط به برده ها و نقشه جایی که اونا رو بردن رو به اولین میده. برای همین اولین جون اونو میبخشه. اون پیش استادش میره و میگه فرماندار رو نکشته. این کار آگاته رو عصبی میکنه. اون میگه اولین به انجمن برادری اساسین ها خیانت کرده. اما اولین میگه انتقام جلوی چشمایی تو رو گرفته و بعد برخلاف میل استادش تصمیم میگیره به مکزیک و کمپ برده ها بره. اون خودش رو شبیه برده ها میکنه و وارد کمپ میشه. اونجا میفهمه که تمام برده هایی که به این کمپ اومدن خوشحال هستن و هیچ اعتراضی ندارن. در ضمن اونجا رافائل رو هم میبینه که در مورد شخصی با اسم مستعار کمپانیمن صحبت میکنه. توی کمپ اولین موفق میشه جون یه برده فراری رو نجات بده. اون برده میگه که گردنبند اولین شبیه گردنبند یه زنیه که قدیم میشناخته. اولین میگه اسمش چی بوده که برده میگه جین، یعنی مادر واقعی اولین. جین در جنوب این کمپ سکونت داره. وقتی اولین داره دنبال مادرش میگرده، میتونه یه صفحه از دفتر خاطرات اون و یه نقشه پیدا کنه که به یه مخفیگاه اشاره میکنه. اولین به مخفیگاه میره که یکی از مقرهای عیسیهاست. اونجا میتونه یه تیکه از دیسک پیشگویی رو پیدا کنه که متعلق به عیسوها بوده. اما همین موقع رافائل و افرادش وارد میشن و میخوان دیسک رو از اولین پس بگیرن، اگرچه اون میتونه رافائل رو از پا در بیاره. وقتی که داره از تونل خارج میشه، اولین مادرش جین رو میبینه.
مادرش میگه من تو رو تحت نگهداری مادلین گذاشته بودم، تو چطوری اینجایی؟ حتما آگاته تو رو فرستاده که منو بکشی. اون ادامه میده این دیسکی که پیدا کردی هیچ وقت نباید دست آگاته بیفته و بعد فرار میکنه. 2 سال بعد از این ماجرا اولین دوباره به نیو اورلینز برمیگرده و با دوستش جرالد ملاقات میکنه. اون میفهمه که حالا قدرت اسپانیایی ها توی شهر از همیشه بیشتر شده. جرالد میگه که جدیداً اسپانیایی ها رفتار خیلی عجیبی دارن و احتمالش هست که با تمپلارها کار کنن. جدیداً توی شهر مردی پیدا شده که به سربازها رشوه میده و اونا رو به خدمت میگیره. اولین سراغ اون مرد میره و بعد از تعقیب و گریز و درگیری میکشدش. توی لباس اون یه نامه وجود داره که میفهمه از طرف فردی به اسم واسکزه. واسکز میخواد سربازای اسپانیایی رو به خدمت بگیره تا با اونا آگاته رو دستگیر کنه. چون رافائل اسم واسکز توی مکزیک آورده بود، اولین فکر میکنه که واسکز باید همون کمپانی من باشه، یعنی رهبر تمپلارها. اون خیلی سریع سراغ آگاته میره، بهش در مورد خطر واسکز هشدار میده. آگاته میگه اون توی جنگل یه سری علامت کار گذاشته که اسپانیایی ها ازش میترسن. اگه اولین چند تایی از اونا رو به صورت مخفی با دارت سمی بکشه، بقیه فکر میکنن این مکان تلسم شده است و فرار میکنن. اولین سراغ سربازها میره و میفهمه که حق با استادش بوده، اونا از تلسم میترسن. اولین چند نفر از اونا رو میکشه و در نتیجه بقیه فرار میکنن. بعد از این اتفاق اولین به مکزیک میره و با مادرش ملاقات میکنه. اونجا مادرش بهش میگه سابقا یه اساسین بوده، ولی بعد از این که دیده انجمن برادری خیلی خشن و بی‌رحم هستن از اونجا خارج میشه و با پدر اولین ازدواج میکنه. اما چون میترسید اساسین ها سراغش بیان، برای همین با کمک مادلین به مکزیک اومده تا هم در امان باشه و هم اجازه نده که دیسک پیشگویی دست اساسین ها بیافته. اما حالا اون محل قطعه دوم به دخترش نشون میده و بعد اولین اونو پیدا میکنه. اولین از مادرش میخواد که به نیو اورلینز برگرده، ولی اون قبول نمیکنه و میخواد توی مکزیک بمونه و به بقیه برده ها کمک کنه. توی شهر پدر اولین مریض شده و بعد مادلین ازش خواهش میکنه که یه برده به اسم جورج رو نجات بده و به سمت شمال ببره. بعد از نجات دادن جورج، اولین به دوستای قاچاقچیش کمک میکنه تا محموله تجهیزات رو به انقلابی های آمریکا ارسال کنن. اما واسکز با فرستادن سربازای اسپانیایی میخواد از این کار جلوگیری کنه، که البته اولین میتونه همه اونا رو شکست بده. توی شهر جرالد به اون میگه که فرماندار یه مهمونی برگزار کرده و شاید واسکز اونجا باشه. اولین لباس شب میپوشه و به مهمونی میره. اون میتونه واسکز رو وسوسه کنه تا باهاش برقصه و بعد اونو به یه گوشه میبره و میکشه. اما در کمال تعجب میفهمه که اون کمپانی من نیست. در واقع کمپانی من یه زنه. وقتی داره از جشن بیرون میره با نامادریش روبرو میشه که بهش میگه پدرش به خاطر بیماری مرده. بعدش جرالد به اولین میگه تونسته یکی از تمپلارها به اسم افسر دیویدسون رو توی نیویورک پیدا کنه که میتونه هویت کمپانی من رو لو بده. اولین به نیویورک میره و اونجا با کانر آشنا میشه. درسته، یعنی همون اساسین نسخه سوم. این دو نفر به پادگانی که افسر دیویدسون توش قرار داره نفوذ میکنن و متوجه میشن که جورج همون افسر دیویدسونه. توی تقابل اول جورج میتونه فرار کنه، اما اولین به گاری اون شلیک میکنه و جلوشو میگیره. وقتی جورج داره نفسهای آخرشو میکشه، اولین میپرسه که کمپانی من کیه، که جورج جواب میده اون همیشه جلوی چشمات بوده. اولین سراغ مادلین میره و ما متوجه میشیم که کمپانی من همون نامادریش بوده. مشخص میشه تمپلارها برده ها رو به مکزیک برده بودن تا بتونن با استفاده از اونا دیسک پیشگویی رو به دست بیارند. مادلین میگه اون اولین رو مثل دختر خودش بزرگ کرده، با اینکه تمام این مدت میدونسته که اون یه اساسینه، ولی این دو نفر هدف مشترکی دارن و میخوان به برده ها کمک کنن. برای همین اولین به نامادریش میپیونده. بعدش پیش آگاته میره و بهش میگه که کمپانی من همون نامادریش بوده. آگاته فکر کرد اولین به تمپلارها پیوسته و برای همین بهش حمله میکنه. بعد از شکست دادن آگاته، اولین بهش میگه از اونجا بره، وگرنه افراد مادلین میکشنش. آگاته که نمیتونست این شرم رو تحمل کنه، میخواد خودکشی کنه. اولین سعی میکنه نجاتش بده، ولی نمیتونه، فقط گردنبندش توی دست اون میمونه. اولین گردنبند آگاته و دیسکو به مادلین میده تا اینطوری اعتماد تمپلارها رو به دست بیاره، ولی هدف اولین این بود که بتونه همه تمپلارها رو با هم بکشه. مادلین دیسکو میخواد کار بندازه، اما پیامی که از دیسک بیرون میاد نامفهومه. برای همین مادلین عصبی میشه و میفهمه که اولین هنوز یه تیکه رو نداده، اما دیگه دیره. اولین همه افرادش رو میکشه و نهایتاً مادلین هم به قتل میرسونه.
بعدش خودش دیسکو کامل میکنه و صدای ضبط شده پخش میشه که انسانها حوا رو به عنوان فرمانده شورش علیه عیسوها انتخاب کردن. خب بچه‌ها، اینم از داستان بازی اساسین کرید لیبریشن. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. یه اسپیناف سگانه دیگه از اساسین کرید باقی مونده که به صورت دو بعدیه. منظورم همون اساسین کریدی که توی هند و چین و روسیه دنبال میشه که من احتمالاً اون رو هم براتون کاور کنم. من اینجا یه تشکر بکنم از محسن سان عزیز که باز هم ما رو دونیت کرد. اگه شما هم دوست دارید از ما حمایت کنید میتونید از لینک زیر استفاده کنید. اگه از ویدیو راضی بودید حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزوی میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار. اگه تاریخچه‌های بیشتری میخواید این ویدیوها رو تماشا کنید.